بیژن از پشت درخت چشمهاشو دوخته بود به سرای منیژه. منیژه دختر افراسیاب که به این دشت اومده بود تا با همراهانش به جشن و رقص و پایکوبی شبی رو بگذرونن. اما این شروع شعله عشقی سوزان بود. اگه حالت گرفته است، چشات پف کرده و خسته است، پاشو چای دم کن، کیک تو فرن بشین و گوش کن به داستان اینو فرن. سلام، من ایمان نجیمی هستم و این اپیزود 30 شاهنامه به نثر از پادکست داستامینوفنه. داستامینوفن پادکستیه که من داخل اون برای شما قصه میخونم. حامی داستامینوفن برند محبوب میهنه که برای پروژه شاهنامه به نثر همسفر این پادکست شده. امیدوارم که از شنیدن اپیزود 30 لذت ببرید. توی قسمت قبل گفتیم که ایران شهر در امن و امان بود تا اینکه خبر به کیخسرو رسید که مردمی از اهالی ارامنه برای درخواست کمک به اینجا اومدن و مشخص شد که گله بزرگی از گرازهای قول پیکری سرزمینشون رو تار و مار کردن. کیخسرو هم رو کرد به پهلوانهاش و گفت هر کس بتونه این گرازا رو از اون سرزمین بیرون کنه چیزی از گنج براش دریغ نمی کنم. این شد که بیژن جوان پسر گیو بلند شد و اجازه خواست تا برای رسیدگی به این مشکل راهی این سفر بشه. با وجود مخالفت پدرش اما کیخسرو موافقت کرد و گرگین رو برای همراهی با بیژن به سمت سرزمین ارمان فرستاد، چرا که گرگین این راه رو به خوبی می شناخت. از آنجا بسیچید بیژن به راه، کمر بست و بنهاد بر سر کلاه، بیاورد گرگین میلاد را، هم آواز ره را و فریاد را، برفت از در شاه با یوز و باز، به نخچیر کردن به راه دراز، همی رفت چون پیل کف کف گنان، سر گور و آهوز تن بر کنان، ز چنگال یوزان، همه دشت قرم، درید بر و دل پر از داغ و گرم، همه گردن گور زخم کمند، چه بیژن چه طهمورث دیو بند، تزروان به چنگال بازندرون، چکان از هوا بر سمن برگ خون. بیژن گرگین روزها و شبها اسب تاختن تا به اون بیشه رسیدن. بیژن چشمش که به بیشه افتاد دید صدها گراز در هر گوشه کمر به شکستن درخت و دهشت بستن، چیزی از خونه و کاشونه مردم باقی نذاشتن. بیژن رو به گرگین کرد و گفت گرگین، تو در کنار این آبگیر آماده بیست تا اگر گرازی از چنگ من فرار کرد تو به بندش بکشی. بیژن، با کیخسرو روی این توافق کردیم که من تو رو تا این بیشه برسونم. از اولم هر سیم و زر و گنجی بوده سهم تو شده، حالا من با گرازا بجنگم؟ تو برداشتی گوهر و سیم و زر، تو بستی مر این رزمگه را کمر. بیژن این جواب رو که شنید شکه و خشمگین شد. چو بیژن شنید این سخن خیره شد، همه چشمش از روی او تیره شد، به بیشه درآمد به کردار شیر، کمان را به زه کرد مرد دلیر، چو ابر بهاران به قرید سخت، فرو ریخت پیکان چو برگ درخت، برفت از پس خوک چون پیل مست، یکی خنجر آب دیده به دست. گرازا تا بیژن رو دیدن به سمتش حمله ور شدن، گرازی بیامد جوهری منا، زره را بدرید بر بیژنا. آتش جنگ هر لحظه شعله ورتر می شد، بیژن
گرازای وحشی رو یک به یک میکشت و سر و دندونهای اونها رو به کناری میذاشت تا پیش کیخسرو رو ببره. گرگین میلاد اما که از دور این دلاوری رو میدید، حسابی خونش به جوش اومده بود و حسادت مثل خوره وجودش رو میخورد. بداندیش گرگین شوریده رفت، ز یک سوی بیشه در آمد چوتفت. به دلشن در آمد از آن کار درد، ز بدنامی خیش ترسید مرد. دلش را بپیچید آهرمنا، بدانداختن کرد با بیشنا. اهریمن به دل گرگین نشست، به فکر فرو رفت تا نقشه‌ای بکشه تا بیژن اسیر اتفاقی بشه که از اون رهایی پیدا نکنه. ز بهر فزونی و از بهر دام، به راه جوانی بگسترد دام. وقتی صبح رسید و گرگین از خواب بیدار شد، بیژن رو دید که با سرهای بریده گرازها از داخل بیشه داره میاد. در ظاهر شروع به تشویق و آفرین بیژن کرد، اما آتیش حسادت در دلش لحظه به لحظه شعله برتر می شد و از این می ترسید که وقتی به ایران برگشتن بدنام بشه. وقتی دو جنگجو برای رفع خستگی به خوردن و آشامیدن مشغول شدن، گرگین شروع به چاپلوسی کرد و از بیژن تعریف کرد. من بارها توی این بیشه بودم و همه جاشو مثل کف دستم می شناسم. حالا که کارمون تموم شده اینجا، یه زمانی رو برای استراحت و گشت و گذار بذاریم. بعد از دو روز راه توی خاک توران به یه دشت خرم و دلنگیز میرسیم. اونجا همیشه یه جشن به پاس. همه جاش پر از گل و بلبل و پری چهرهای ترکه. دشتی که سر تا سرش پر از ماهرویان بهشتیه. همه بیشه و باغ و آب روان، یکی جایگه از در پهلوان. زمین پرنیان و هوا مشک بوی، گلاب است گویی مگر آب جوی. خم آورده از بار شاخ سمن، سنم گشته پالیز و گلبان شمن. اما سرآمده اون مجلس، منی جه دختر افراسیابی که مثل خورشید اون میون میدرخشه. منی جه کجا دختر افراسیاب، درفشان کند باغ چون آفتاب. همه دخت توران پوشیده روی، همه سر بالا، همه مشک بوی، همه رخ پر از گل، همه چشم خواب، همه لب پر از می به بوی گلاب. بیژن جوان غرق شادی شد و بگفتا هلاهین برو تا رویم به دیدار آن جشن خرم شویم. پس به از پاشون نشستن، یکی جویای نام و کام و دیگری فریبکار و کینجو، به سمت جشنگاه رهسپار شدن. برفتند هر دو براه دراز، یکی از نوشته دگر کینساز. بیژن و گرگین راه دراز میون دو بیشه رو یک روز تمام طی کردن تا به مرغزاری رسیدن. از سمت دیگه منیژه دختر ناز پرورده افراسیاب با 100 کنیز ماهرو بر تخت‌های طلا نشسته بودن و بساط جشن و سرور برپا بود. گرگین باز هم داستان عروس این دشت و بزم بزرگ دختر افراسیاب رو برای بیژن با آب و تاب تعریف کرد. اینقدر گفت تا بیژن تصمیم گرفت خودش پیش بره و بزمگاه این ماهرویان رو از نزدیک ببینه. پس از گنجور کلاه شاهانه و توغ و گوشواره و دستبند گوهر خواست. قبای رومی رو به تن کرد و سوار به اسب خرامان به بیشه نزدیک شد و در سایه سرو بلندی در نزدیکی خیمه منیژه پنهانی به تماشا ایستاد. دشت از این همه ماهرو مثل بهار شده بود. همه دشت از آوای رود و سرود، روان را همی داد گفتی درود. بیژن تا چشمش به منیژه افتاد، انگار عقل و هوشش را از دست داد. مهر منیژه به دل بیژن نشست. منیژه هم وقتی از خیمش بیرون اومد، از دور چشمش به قامت بیژن افتاد. منیژه چو از خیمه کردش نگاه، بدیدان سهی قد لشکر پناه.
رخسارگان چون سهیل یمن، بنفش گرفته دو برگ سمن، کلاه تهم پهلوان بر سرش، درفشان ز دیبای رومی برش، به پرده درون دخت پوشیده روی، بجوشید مهرش دیگر شد به خوی. منیژه هم که با دیدن بیژن مهرش به جوش اومد، دایش رو فرستاد تا ببینه این جوون رعنا کیه. دایه شتابان پیش بیژن رفت و پیام بانو رو رسوند. چهره بیژن با شنیدن این پیام مثل گل شکفت و گفت: من بیژنم، پسر گیوم. از ایران برای جنگ با گله گرازای وحشی اومدم. اونا رو کشتم و دندوناشون رو پیش شاه میبرم. وقتی این دشت رو پر از بزم و سرود دیدم، از رفتن باز موندم تا مگر چهره دخت افراسیاب نماید مرا بخت فرخ بخواب. همی بینم این دشت آراسته، چو بتخانه چین پر از خواسته. اگر نیک رایی کنی تاج زر، تو را بخشم و گوشوار و کمر. مرا سویان خوب چهراوری، دلش با دل من به مهراوری. بیژن به دایه وعده داد که اگر بتونه منیژه رو ببینه، از زر و گوهر هیچ چیزی برای دایه کم نمیگذاره. زن سری پیش منیژه برگشت و از بر و روی بیژن سخنها گفت و رازهای دل بیژن رو باهاش در میون گذاشت. منیژه سریعا نامه‌ای برای بیژن نوشت و گفت: گرایی خرامان به نزدیک من، پرافروزی این جان تاریک من. به دیدار تو چشم روشن کنم، در و دشت و خرگاه گلشن کنم. بیژن پیغام رو که گرفت، پیاده به سمت چادر منیژه به راه افتاد. منیژه اون رو پذیرا شد و از راه و سفرش پرسید. به پرده در آمد چو سرو بلند، میانش به زرین کمر کرده بند. منیژه بیامد گرفتش به بر، گشاد از میانش کیانی کمر. بپرسیدش از راه و رنج دراز، که با تو که آمد به جنگ گراز؟ چرا این چنین روی و بالای و برز؟ به رنجانی ای خوب چهره به گرز. منیژه بیژن رو بر تخت زرنگاری نشوند و دستور داد تا پای پهلوان رو با مشک و گلاب بشورن و سفره رنگینی پهن کنن. پرستندگانی استاده به پای، ابا بربت و چنگ و رامش سرای. به دیبا زمین کرده طاووس رنگ، ز دینار و دیبا چو پشت پلنگ. می سال خورده به جام بلور، برآورده با بیژن گیو شور. سه روز و سه شب بیژن و منیژه دل به مستی و رامش و خوشگذرونی دادن. روز چهارم اما دیگه زمان بازگشت بیژن بود. منیژه اما نمیتونست دل از معشوقش بکنه. وقتی دید بیژن موندگار نیست و باید به ایران برگرده، نقشه‌ای کشید و به یکی از خدمتکارهاش گفت تا درون جام شراب بیژن داروی بیهوشی بریزن، تا اینجوری بلکه بیژن رو بیهوش به کاخ خودش ببره. بیژن جام رو که نوشید مدهوش شد. منیژه دستور داد تا بستری از مشک و کافور در تختی زرین آماده کنن و اون رو با چادری بپوشونن و پنهان به کاخ خودش ببرن. بیژن وقتی به هوش اومد و خودش رو در کنار منیژه زیبارو در کاخ افراسیاب دید، خونش از خشم به جوش اومد. چو بیدار شد بیژن و هوش یافت، نگار سمن بر در آغوش یافت. به ایوان افراسیاب اندرا، ابا ماه رخ سر به بالین برا. به پیچید بر خویشتن بیژنا، به یزدان بنالید زاهر منا. چون این گفت که ای کردگار، ار مرا رهایی نخواهد بودن زیدرا. سه گرگین تو خواهی مگر کین من، برو بشنوی درد و نفرین من. که او بود مرا بر بدی رهنمون، همی خاند بر من فراوان فسون.
منیژه بیژن رو در آغوش کشید و دلداری داد که هنوز که اتفاقی نیفتاده، دلتو شاد کن و غم نخور. اگر شاه از این اتفاق با خبر بشه، من خودم سپر بلای تو میشم. منیژه دستور داد تا بساط عیش و شادی رو در کاخش برپا کنن، سفره پهن کردن، رامشگران خوندن و نوازندگان مشغول نواختن شدن. زهر خرگهی گل رخی خواستند، به دیبای رومی بیاراستند. پری چهرگان رود برداشتند، به شادی همه روز بگذاشتند. چند روز به شادی و بزم گذشت تا اینکه جاسوس های افراسیاب خبردار شدند که بیگانه‌ای در کاخ منیژه است. پس سریعاً خبر به افراسیاب رسوندن. سرورم، در کاخ شاهزاده منیژه بیگانه‌ای چند روزیه که از ایران زمین جفت بانو شده. افراسیاب تا این خبر رو شنید آشفته شد و خون در رگ‌هاش به جوش اومد. به گرسیوز برادرش دستور داد تا سوارانش رو به گرداگرد کاخ منیژه ببره و خودش شخصا درون کاخ رو ببینه تا اون بیگانه رو پیدا کنه و دست بسته پیش شاه بیاره. گرسیوز تا به کاخ منیژه رسید، صدای رباب و آوای چنگ شنید. با خشم درب سرای منیژه رو شکست و وارد شد. به سمت صدای مرد بیگانه رفت. درب اتاق رو که باز کرد، بیژن رو دید که با جامی به دست لخت و عریان مشغول خوشگذرونیه. در آن خانه 300 پرستنده بود، همه با رباب و نبید و سرود. نبید اینجا به معنی شراب خورما. گرسیوز که اگه خاطرتون باشه قاتل اصلی سیاوش بود، خندهی شیطانی کرد و به بیژن که حالا بالاخره به دام افتاده بود گفت نه پاک بیباته، بالاخره به چنگال شیر افتادی و هیچ راه فراری نداری. بیژن با تنی برهنه و بی سلاح تا چشمش به گرسیوز و همراهانش افتاد، بپیچید برخیشتن بیژنا که چون رزم سازم برهنه تنا، نه شب رنگ با من نه رهوار بور، همانا که برگشتم امروز هور. زگیتی نبینم همی یار کس، به جز ایزدم نیست فریاد رس. کجا گیو و گودرز کشوادگان، که سر داد باید همی رایگان. بیژن درمونده با تن برهنه سلاحی دوربرش ندید، اما یه جنگجو همیشه خنجرش همراهشه، حتی توی تخت خواب. بیژنم خنجری رو که در پاپوشش داشت کشید و گفت من بیژنم پور کشوادگان، سر پهلوانان و آزادگان. ندرد کسی پوست بر من مگر، همی سیری آید تنش راز سر. بیژن با یک جست پشت در رو نگه داشت تا سربازها ورود نکنن و بعد بلند به گرسیوز گفت آی گرسیوز، تو خوب منو میشناسی، نیاکان منو هم میشناسی. من پسر گیوم، میدونی هر کی به جنگ من اومده دستمو به خونش شستم. و اگر خیزدن در جهان رست خیز، نبیند کسی پشت من در گریز. تو دانی نیاکان و شاه مرا، میان یلان پایگاه مرا. گرسیوز که بیژن رو این طور آماده جنگ دید، زبانش رو به پند و اندرز باز کرد و با چرب زبانی خنجر رو از دست بیژن بیرون کشید و بهش وعده صلح و آشتی داد. وفا کرد با او به سوگندها، به خوبی بدادش بسی پندها. به پیمان جدا کرد زو خنجرا، به خوبی کشیدش به بندندرا. گرسیوز هیلگر با هزار افسون و چرب زبونی بیژن رو به بند کشید و با سر برهنه و دست بسته پیش افراسیاب برد. بیژن پیش افراسیاب گفت شهریار، من به خواست خودم اینجا نیومدم، کسی هم این میون گناهکار نیست. من برای جنگیدن با گرازه وحشی سرزمین ارمان اومده بودم و گذرم به بیشه جشتگاه افتاد. توی اون بیشه خواب بودم و هنگام خواب زیر یه درخت
هری سر رسید و بالهاش رو بر من باز کرد و من رو خفته گرفت و از اسبم جدا کرد. میون راه به کاروان شاهزاده منیژه برخورد کرد و کاروان رو افسون کرد. من رو روی اماری میون کاروان نشوند. وقتی من چشمم رو باز کردم خودم رو توی کاخ دخت شاه دیدم. نه من گناهی دارم نه شاهزاده منیژه. اما افراسیاب این داستان رو باور نکرد، چون این داد پاسخ پس افراسیاب که وقت بدت کرد بر تو شتاب، تو آنی که از ایران به تیغ و کماند همی رزم جستی به نام بلند. خیره سار چطور جرأت کردی پاتو به توران بذاری؟ تو همونی نبودی که توی میدون جنگ با گرز و کمندت به یه نامانشون بودی؟ حالا که دستات بست است داری دروغ میبافی؟ شک ندارم تو با حیله قصد جون منو داشتی. شهریار، گراز با دندون و شیر با چنگ و پهلوونا با شمشیر می جنگن. من برهنه و بی سلاح یارای جنگیدن ندارم. اگه می خوای دلاوری منو ببینی فقط کافیه یه اسب با یه گرز به من بدی. اون وقت مرد نیستم اگر از هزار ترک نامور یکی رو زنده بذارم. حرف بیژن آتش خشم افراسیاب رو تیزتر کرد. رو کرد به گرسیوز و گفت: بسنده نبودش همی بد که کرد، کنون رزم جوید به ننگ و نبرد. همین امروز اون رو با دست بسته به میدون شهر بدار کن تا دیگه کسی از ایرانیا جرأت نگاه کردن به توران رو هم نداشته باشه. بیژن خسته دل و ناامید کشان کشان به سمت میدون شهر برده می شد. چو آمد به در بیژن خسته دل، ز خون مژه پای مانده به گل، همی گفت: اگر بر سرم کردگار نوشته است مردن به بد روزگار، ز دار و ز کشتن نترسم همی، ز گردان ایران بترسم همی، که نامرد خواند مرا دشمنم، ز ناخسته بردار کرده تنم. بیژن دست از جان شسته با دستهای بسته و دهانی خشک در انتظار مرگ بود که یزدان به یاریش اومد. پیران مشاور و سپه بود افراسیاب که یک بار کیخسرو رو نجات داده بود و در دل با سیاوشی که به ناحق کشته شده بود مهر داشت، از اون میدون مشغول گذر بود که چشمش به جوانی افتاد که پای چوبه داره. این بود اپیزود 30 شاهنامه به نثر. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. منتظر قسمت بعدی باشید، چرا که داستان بیژن و منیژه کماکان ادامه داره. برای دنبال کردن آخرین اخبار پادکست ما رو با آدرس داستامینوفن به فارسی یا انگلیسی در صفحات مجازی دنبال کنید.